ما چاره نداریم، ما باید این بحران ها رو تحمل کنیم تا به سطحی برسیم که سطح مستوای فهم عمومی باشه، تا مردم چه مرد چه زن اینا در سطح مستوای دانش و آگاهی نباشن. الان شما فکر کنید مثلا همین سوئیسیا دیروز پیروز یه داستان داشتن. خب من سال 1961 سوئیس بودم، سوئیس زندگی میکردم و 10 سال بعد از اون که من اونجا بودم سوئیسیا حق رأی به زنا دادن. همین اختلافی که بین جایگاه زن و مرد هست، نه در سوئیس، سوئیس اصلا بهشت عالمه، بهشت عالمه. من تمام سوئیس رو وجب به وجب گشتم، همه جاش میشناسم، سوئیس آلمان، سوئیس فرانسه. سلام عرض کنم که این تا 180 سال دیگر دنیای غرب باید تلاش بکنه نابرابری های انسانی بین زن و مرد از بین بره. یعنی یه چیزی نیست که بنده بگم چشم میبندم باز میکنم تموم شد چون من میخوام اینطوره، نه، اینا چیزایی که تو هنگ ما هست. حقیقه امروز من عظمت ملت همه، من خوشبختی رو برای ملت هم میخوام، ترقی رو برای ملت هم میخوام، عظمت برای ملت هم میخوام. و البته هیچ وقت تو ذهنم نیومده که به نفع ایران و به ضرر مثلا فرض کنید عراق یا افغانستان یا هنگ کنگ یک جای اتفاق بیفته. نه، من میخوام ملت من ملت بزرگی باشه و جایگاه خودشو داشته باشه، جایگاه شایسته خودشو داشته باشه. من هویتم رو از سرزمینم میگیرم، از زبانم. یعنی زبان من ممیز و بازگو کننده تمام توانایی هست که در فرهنگ من مستطره. شما نمیدونید ما برای هر کلمه تو این فرهنگ چقدر لایه های مختلف معنایی داریم. به قدر این فرهنگ پیچیده است، پیچا پیچه، گسترده است، عمیق، انسانیه. شما هرگز نمیدید در فرهنگ ایرانی کسی در صدد این باشه که یه بمبی درست کنه که مثلا به جای 10 نفر در لحظه 20 نفر بکشه. ما اینو هیچ وقت نخواستیم. اصلا این با منطق ایرانی، با فضیلت، با لاجیک ایرانی جور در نمیاد. این اصلا جور در نمیاد. ایرانی ها این شعار دارن: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. انسان ایرانی دنیا رو دوست داره، بشریت رو دوست داره، خوبی رو دوست داره، خیر رو دوست داره. اون 3 عبارتی که بود هو متع هو خدا هو ورشد، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اینا شعارهای ابدی انسان ایرانی است. و راست بگو و تیرانداز ماهری باش، یا یک راه در جهان هست و آن راه راستی است. ما باید به اینجا بیایم در همین قالب فرهنگ ملی مسلمانی خودمون که تم بازگو کننده و دربردارنده تمام محسنات و خصوصیات ممتازی است که ما به هزارها دریافت کردیم. دیگه امروز روز کسی نمیخواد بره زرتشتی بشه. میدونید من برام زرتشتی بودن همون اندازه اهمیت داره که مهراب مسجد شیخ لطف الله در همونجا، یا توی مثلا رواق مسجد اردکان یا اردستان. اینا همه ایرانی هستند، من به اون چشم نگاه نمی‌کنم. نه خیر، اینا باید باشه برای همه هست. من عشق رو قبول دارم. عشق یه پدیده عالی متعالی الهیه که میدونید بزرگترین هدیه ایست که قادر متعال به فرزندان خودش تقدیم کرده به انسان. و نفخت و فیه من روحی این عین عشقه. یعنی فرهنگ ایرانیه که برپای عشقه ها، عشق واقعی چرت نداره. اونی که مثلا اینه به من بده، اونه بهت بدم، اینه بیار اونه بگیر نیست. عشق خصیصش همین بلا شرط بودنه. بعد یعنی عشقی که
به تمام معنای کلام تسلیم باشه و بخواد. و اگر چنین چیزی باشه شما مطمئن باشید. همین امروز من داشتم مثنوی رو میخوندم. مطمئن باشید اگر کسی رو دوست داشته باشید اون آدم حتما شما رو دوست میداره. میدونید؟ یعنی یک امر کاملا مسلمی. و ما اگر به اینجا برسیم که حرص و شره و آز و آزمندی رو از خودمون دور بکنیم به همون جایی میرسیم که بعد از کردم هیچ احتیاج نیست که آدم اینقدر حرص بزنه برای چیزایی که نداره. زندگی عطیه الهی که یک بار در عمر هر کسی به او هدیه میشه، باید کمال استفاده رو از اون بکنه، هم در خدمت دیگران و هم برخورداری از مواهبی که عالم آفرینش در اختیار او قرار داده. خوشبختی عین نیکبختی است، عین خوشبختیه. یعنی اگر شما در لحظه احساس میکنید که خوشبختید، خوشبختی، هیچ احتیاج به چیز دیگه نیست. خوشبختی یک احساسه، نه اینکه مثلا من چکای این قدیم کشم، نمیدونم هواپیمای اختصاصی دارم و قایق تندروی چیچی دارم، اینا نیست. نه، بنده به نظرم میاد که خوشبختی عبارت از چیزیست که انسان تلاش بکنه برای رسیدن به اون سطح مستوایی که هیچ آدم بدبختی تو دنیا نباشه و همه در شرایط او از همه امکاناتی که در جامعه وجود داره استفاده بکنه.